مبارزه دوم ببینید چه اتفاقاتی افتاد. داشت ضربه میزد، دوباره الکس پرا داشت بهش حمله میکرد، دوباره همون گوشه پیداش کرده بود که این ضربه رو داشت. این ضربه رو میزنه و ورق رو برمیگردونه، تمام استادیوم رو به قوقاکده تبدیل میکنه، تمام افراد خوشحال میشن و کمربند رو برمیگردونه به خونه. و اینجا ایزرائیل آدسانیا یا مشتای آتشین وحشتناک خودش رو میزنه. این مشتی که میزنه به بده کر و کارش رو تموم میکنه. دست رو ببینید، اینجا کاره رابرت ویدکر تموم میشه و کسی که میخواد کمربند رو بگیره ازش در راند دوم. بسیار در این مبارزه خوب کار کرد رابرت ویدکر، از همه فایتایی که فایت کرده بود اول بهتر کار کرد، ضربات خوبی رو به ایزرائیل آدسانیا زد. اما انجام بده میگه بابا من همه رو که زدم گستروم رو دیدین که چجوری زدم، رابرت ویدکر هم که دیدین چجوری نابودش کردم، تمام افراد رو درب و داغون کردم. اینم پاولو کوستا که آخرین بار بهتون نشون داد. نیجریه به دنیا اومده و خانواده‌اش بعد از مدتی مهاجرت کنم به نیوزیلند. با یه فایتری که تا به حال نباخته چجوری مبارزه میکنم. فایت انجام شد، خوب داشت کار میکرد، اما یه سر و صورت ایزرائیل آدسانیا و قهرمان رو اینجوری تیکه و پاره بکنه و خوشحالی برزیلیا رو میبینید. پشت هم ضربه داشت میزد، داور اومد تموم کرد. کسی که شان استریپلند رو شکست داشت تونست راند اول ناکاوتش بکنه در همون کار. بر همون کار آدسانیا بسیار بد کار کرد، اصلا خودش رو خوب نشون نداد، به مدل جایزه بگیری مبارزه کرد. اما فیس تو فیس مبارزه دوم اینجا گفت که من میخوام بیام ببرم با تو بسیار معنی دار و محکمی بزنه به سر و صورت ایزرائیل آدسانیا و پشت هم ضربات پای پیست برای اولین بار.